آیت الله العظمی شیرازی در بخش دیگری از بیانات خود در جمع مبلغان دینی در آستانه محرم الحرام به تعریف و تعیین مصادیق شعار حسینی و شیوه های عزاداری مرتبط با آن پرداخت. معظم الله در بیانات خود تأکید فرمودند که گرامی داشتن تمام انواع شعائر مقدس امام حسین علیه السلام در روزگار ما مصداق یاری رساندن به آن حضرت است و نباید در قبال آن کوتاهی صورت گیرد. ایشان درباره مصادیق شعائر حسینی می‌فرمایند هر نوع عزاداری که عرفاً تجلیل و تعظیم امام حسین علیه السلام باشد از شعائر ایشان محسوب می‌شود و این لزوماً به معنای محدود بودن به زمان معصومان علیهم السلام نیست، بلکه شعار حسینی میتواند به اشکال و روش‌های متنوعی در عصر حاضر تجلی یابد که هر کدام به نحوی نشان دهنده تعظیم و تکریم آن حضرت باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. کلمه شعائر راجع به امام حسین علیه السلام من ندیدم توی یه روایت اومده باشه، اما ما نیاز نداریم روایت بالخصوص گفته باشه شعائر حسینیه علیه السلام. حضرت فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، ما ریشه ها رو میگیم شما مصادیق شدی. قضیه حقیقیه همینه دیگه. هر چیزی که خب خود شعائرم معنا نشده توی روایات یه معنای خاص، ما خب باید دید عرف چی میفهمه. یه از اول تا آخر جواهر ده ها و ده ها و ده ها موردی مطلب هست. هر حکم شرعی موضوعش حکم از خداست، این الحکم الا لله. موضوعش را اگر خود شارع تعیین نکرده باشه یعنی چی؟ باید این عرف چی میفهمه؟ همون ملاک. شعائر جمع شعیره است. شعیره یکی از معانیشون موهای کوچیکیه که رو بدنه، که جزء بدنه، که آقایون فقها ها هم میگن در وضو و غسل باید اون شسته بشه. با اینکه مو در غسل واجب نیست شستن مو، اما موهای کوچک شعیره، یکی از معانی شعیره است، یعنی اون چیز که متصله. هر چی که دلالت کنه از نظر عرفی، عرف عام نه عرف خاص متشرعه، بر تجلیل امام حسین علیه السلام، تعظیم امام حسین علیه السلام، این میشه شعیره مقدسه امام حسین. لزومی هم نداره که زمان معصومین علیه السلام بوده یا نبوده، چون قضیه حقیقی است دیگه. این دستجات سینه زنی زمان معصومین بوده، یکیش نبود، از شعائر مقدسه نیست. دستجات زنجیر زنی زمان ائمه بوده علیه السلام، نه، این شعائر نیست. ذریح مقدس امام حسین زمان ائمه بوده، نبوده. ذریح در عرب به معنی قبره، این که حالا اصطلاحا زرنگه که طلا و نقره و ایناست، زمان هیچ امامی نبوده. این قبه طلای امام حسین علیه السلام، گلدسته های طلای امام حسین، این بنای حرم شریف، بنای صحن، اینا زمان ائمه بوده، نه، همه شعائر. هر چیزی لازم نیست سابقه باشه. این عزت و عریجی که متعارفه میگن 200 سال، من چقدر عمرش، این شعائر نیست. که این زمان ائمه مردم برای زیارت امام حسین میجویدن و اینجوری و اینجوری و سر برهنه و پای برهنه. هر چیزی که دلالت کنه از نظر عرف عام، نه عرف خاص، نه عرف متشرع، بله، باید در شرع بالخصوص از محرمات نباشه یا بالعموم.
هر چیزی که دلالت بر این بکنه میشه شعائر. حالا تو کربلا باشه یا توی کشورهای دیگه باشه، تو کشورهای اسلامی باشه، تو کشورهای کفر باشه، همش میشه شعائر. حتی این چیزی که سابقا، یعنی اون سابقا که من یادمه متعارف نبود، حالا کم کم متعارف شده، پیشواز محرم میره، یه عده چند روز قبل محرم مشکی میپوشن، عزاداری میکنن، مجلس میذارن، چه اینا شعار، همش